پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که هر انسانی باید 4 کس باشه: 1 مسلمان، 2 مؤمن، 3 مهاجر، 4 مجاهد. چند تا؟ 4 تا. 1 مسلمان، 2 مؤمن، 3 مهاجر، 4 مجاهد. 4 تا. برای هر کدوم از این 4 تا تعریف کرده. مسلمان چه کسیه؟ مؤمن چه کسیه؟ مهاجر چه کسیه؟ مجاهد چه کسیه؟ درس امشب همین 4 جمله است. سوال: من المسلم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ از رسول الله سوال میکنی. من المسلم یا رسول الله؟ مسلمان چه کسی است ای رسول خدا از دیدگاه شما؟ جواب میده، جواب داده البته. المسلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. جواب: مسلمان واقعی کسی است که مسلمان ها از دو چیزش سالم بمانند، از دست و زبانش. من سلم المسلمون من لسانه و یده. جواب گرفتید؟ صحبت از نماز نیست، صحبت از روزه نیست، گرچه نماز و روزه و زکات و اینا برای مسلمانی لازمه، اما مسلمان واقعی کسی است که جامعه اسلامی و مسلمان ها، خواهرها و برادرایی که در اون محل باش زندگی میکنن، از دو چیزش سالم بمانن، از دست و زبانش. در هر جامعه‌ای که مسلمان این دو چیز رو کنترل میکنه نسبت به خواهر و برادر مسلمانش، اون جامعه جامعه اسلامیه، وگرنه جامعه اسلامی نیست. اگر به جای یک مناره 10 تا مناره تو این مرادی بود، اما این زبان رها کرده بودیم بر ناموس مردم، بر آبروی مردم، بر شخصیت مردم، بر شرف مردم، و این دستم هرچی ازش برمی آمد اذیت می کرد، این مناره ها به درد نمی خورد. سوال: مسلمان چه کسی است؟ جواب من ندادم، اون شخصیت جواب داده. مسلمان واقعی کسی است که مسلمان ها در جامعه از دست و زبانش سالم بمانند. یک سوال دیگه از خودتون بکنید: آیا تا به حال مسلمانایی که با شما تماس داشتن از دست و زبان در امان بودن؟ سالم بودن؟ اگر سالم بودن الحمدلله، اگر سالم نبودن وای بر من و تو. حالا اگر سالم نبودن وای بر من و تو، چطوری این وای رو تبدیل به توبا بکنیم؟ توبا درختی در بهشت، ویل دره در جهنم. از این به بعد پروردگارا من نفهمیدم، توب نصوح، استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم. همینجا پشت میکروفون، ای برادر و خواهر مسلمان، اگر گاه وقتی در گذشته از دست و زبان من اذیت شدید، آزرده شدید، ناراحت شدید، دلخور شدید، من معذرت میخواهم، همه حلالم بکنید. این راهشه. 2، ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، مؤمن چه کسی است؟ جواب: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، المؤمن من ائتمنه الناس علی اموالهم و اعراضهم. مختصر مفید جواب داد. مؤمن واقعی کسی است که مردم اون شخصیت رو در دو چیزشون اعتماد بکنن. مؤمن واقعی کسی است که مردم در دو چیزشان به این خواهر و برادر مؤمن اعتماد بکنن. اون دو چیز چیه؟ یکی در مالشون و یکی در ناموسشون. خوب دقت بکنید، زمانی که جامعه ایمانی اونقدر مورد اطمینان شد که من به راحتی اگر میخوام برم مسافرت به همسایم میگم برادر محمد، برادر علی، برادر احمد، ناموس من خودش تنهاست تو این شهر، من میخوام برم مسافرت، پسر بزرگ ندارم، سرپرستی ندارم، مال منم تو همین صندوق برادرم، این مالم، این ناموسم، دخترم و خانوادم و همسرم و مادرم،
و خواهران به تو میسپارم برادر مؤمن تا من برمیگردم. آیا چنین امنیتی هست؟ اگر جامعه ایمانی باشه امنیت هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن مؤمن واقعی یا جامعه ایمانی واقعی جامعه‌ای است که مردم در دو چیز به هم دیگه اعتماد بکنن، نترسن که خیانت میشن، یکی در ناموسشون و یکی در مالشون. سوم، ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، من المهاجر، مهاجر کیست؟ جواب، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر واقعی کسی است که هجرت بکنه، ترک بکنه چیزی که خدا اونو ممنوع و نهی کرده و منع کرده. ما فکر میکنیم که هجرت یعنی ترک، ترک وطن، ترک دیار، ترک منزل، ترک زن و بچه، ترک خانه، ترک روستا، از اینجا به جای دیگه رفتن، این هجرت نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر مسلمانی مؤمنی باید مهاجر باشه. مهاجر من هجر ما نه الله عن، مهاجر واقعی کسی است که، انسانی است که از معصیت خدا و از منهیات و ممنوعات خدا و از محظوراتی که خدا گفته این حرام، این ممنوع، این منهی عنه، ترک بکنه و هجرت بکنه. به کدوم طرف؟ به طرف خوبی، به طرف طاعت خدا. این روستا، این روستای مرادی، اگه همه با هم تصمیم میگیرن از امشب به بعد هم مسلمان باشیم، هم مؤمن باشیم، هم مهاجر باشیم، تو خونت مهاجرید، تو شهرت نمیخوای بری راه دور، مهاجرید. همه زن و مرد، بزرگ و کوچک، شورا و زیر دستان، حاکم و محکوم، فقیر و تاجر، خواهر و برادر، دختر و پسر، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه، هرچی هستن تو همین جامعه، امشب تصمیم بگیرن از این به بعد هرچی خدا گفته نه ترک بکنن، هرچی خدا گفته بله عمل بکنن. بعد از یک ماه تو همین فصل گرما برید برکه های آبتون نگاه بکنید، تو همین فصل گرما که بارون نیست، اگه تو زمستون بود میگه خب بارندگی، برید برکه های آبتون نگاه، تو همین گرما برید قبل دا، خدایا حالا ما پاک شدیم، حالا باران بده. فذکرونی اذکرکم ان تنصروا الله ینصرکم فمن یتق الله یجعل له مخرجا. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل روستایی مرادی ایمان آوردن به خدا و تقوا پیشه کردن، ما درهای برکت آسمان و برکت‌های زمین رو باز می‌کنیم. نگفته در تابستان و زمستان باز می‌کنیم، نگفته فقط در زمستان که فصل بارندگی، نه، زمستان بر ما گذشت بارندگی نشد، بارندگی کاری به زمستان و تابستان نداره، کاری به امر خدا داره. سوال چهارم و آخر، ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، من المجاهد، مجاهد چه کسی است؟ جواب دادن، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المجاهد من جاهد نفسه علی طاعت الله. چه جواب مختصر و مفید و زیبا، همه کس میتونه مسلمان باشه، مؤمن باشه، مهاجر باشه، مجاهد باشه. مجاهد چه کسی است ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ گفتن که مجاهد واقعی کسی است که این نفس اماره و سرکششو طوری بهش فشار میاره که باش جهاد میکنه، میجنگه تا این نفس سرکشو تسلیم و تابع و مطیع خدا بکنه. مجاهد واقعی کسی که با خودش میجنگه که این نفس سرکشش و اماره رو تابع و مطیع خدا بکنه. نفس الان سوار ماست، طوری باش میجنگه که این نفس باید مرکب بشه و خودش سوار بشه. وقتی الان نفس سوار ماست، وقتی ما سوار نفس شدیم، مهارش هم گرفتیم، به طاعت خدا اونو کشندیم، حالا بله، حالا بله. اگر مردم این روستا، زن و مرد، بزرگ و کوچک، فقیر و تاجر، همه دست به دست هم بدن، از این به بعد هر کسی نفسش و نفس خانوادهش، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا،
مطیع خدا بکنیم، تسلیم نفس نشیم، نفسمونو تسلیم خدا بکنیم، باور بکنیم این جامعه بعد از یک ماه دیگه میشه مدینه منوره.